سلام، این 12 قسمت از پادکست تجسمی آرتباکس که در فروردین ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر از زبان خودشون روایت میشه. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که امروز میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های کامبیز درنبخشه که در اون از دوره‌های کاریش با ما صحبت می‌کنه. پس با برگی دیگر از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید. شصت ساله که نقاشی میکنم و طراحی میکنم و 58 ساله که کارم چاپ میشه. اولین طرحم که چاپ شد توی ماهنامه ارتش بود، چون پدر من افسر بودن و انتشارات و تبلیغات ارتش دست ایشون بود. از همون موقع شروع کردم کار کاریکاتوریست های دنیا و خارجی را که اون موقع تو مطبوعات ایران تازه باب شده بود و صفحه ای بود به عنوان شوخی و کاریکاتورهای فرانسوی و دیگران رو ترجمه میکردن میذاشتم. من از اون کاریکاتورها هم الهام میگرفتم و کپی میکردم و میکشیدم تا اینکه مجله اطلاعات هفتگی به این دلیل فرستادن دنبال من، چون آقای بود پیش پدرم که کار میکرد برای در واقع لیات و سرکلیشه های اون ماهنامه ارتش رو میکشید و در مجله اطلاعات هفتگی آقای انور خامه‌ای اون موقع سردبیر بودن. منو خلاصه دعوت کردن به اون مجله و آقای امان منطقی بودن که اونجا کار میکردن، که اونجا یه ستون طنزی داشتن و کاریکاتورهایی میکشیدن و از اطلاعات هفتگی در واقع کار اصلی من شروع شد و بلافاصله از مجله سپیدسیاه که برای اولین بار مجله بود که اونیفورم داشت، رو جلداش آقای معاونی میکشیدن تمام با نقطه نقطه شخصیت‌های بزرگ ایرانی و خارجی نویسنده‌ها اینا رو میکشیدن با نقطه نقطه و سیاه‌سفید بود. به همین دلیل هم روزنامه اسم سیاه‌سفید بود. منو دعوت کردن اونجا و در واقع کار اصلی مطبوعاتی از اونجا شروع شد که آقای دکتر بهزادی با اینکه آقای تجارتی اونجا کار میکردن بعضی وقتا دو صفحه به من میدادن و این دو صفحه کاریکاتور برای جوانی که تازه مثلا رفته بود کلاس اول دبیرستان و خب پول خوبی هم میدادن و تحریریش هم همون موقع جیب شبهایشون در میبردن. هر بار که من کار میدادم میدادن نقد دست من. این خیلی به هر حال برای من کیف داشت، لذت داشت و باعث تشویقم میشد. البته باید بگم که اوائل این کار من به خاطر پول کردم، ولی بعدها واقعا عاشق این کار شدم. یعنی به جای رسیده که دیگه بدون این کار نمیتونم زندگی کنم و فکر کنم و تمام شب و روزم در واقع با این هنر مشغوله. دکتر بهزادی یک سری از کاریکاتورهای خارجی رو به من میدادن و میگفتن شما اینا رو ایرانیزه بکن و من همون کاریکاتورهای خارجی رو برمیداشتم، لباسای ایرانی رو تنشون میکردم با سوژه های اون روز که مثلا یه پرسوناژی بود اون موقع خلق شده بود به نام ژیگولو. آدمایی بودن که در واقع موی کورنلی داشتن و لباسای زیرشون جوراباشون پاره بود، لباسای زیرشون پاره، ولی اون چه از ظاهرشون بود خیلی شیک و پیک بود یا مثلا پول نداشتن و چنان وانمود میکردن که پول دارن. به هر حال اینا بهشون میگفتن مموش پوشوتیان، چون یک پوشوتی اینجاشون بود، مموش هم به خاطر این موشون میگفتن، موی کورنلی روغن زده. و اینا شبا که میخوابیدن یه دستمال میبستن به سرشون که صبح موهاشون بالا وایسه. به هر حال یکی از سوژه های من همین آقای مموش پوشوتیان بود که انواع اقسام کارهای مختلف میکردم. یعنی من یه جوانی بودم که خب خیلی کارهای عجیب غریب میکردم، نسبت به سن و سالم همه تعجب میکردن. حتی بعدن که بزرگتر شدم رفتم یه مقدار تو کارهای سیاسی و بعد کارهای سیاسی میکشیدم. در ضمن بس بهتون بگم که مجله و روزنامه نبود که من توش کار نکنم و همه جارم بهشون در واقع خوراک میرسوندم. بعد سعی کردم این سری کارهای بدون شهر بکشم. من موقع هم کاریکاتورهای بدون شهر مثلا یه آدمی بود که توی جزیره غرق شده بود و یه درخت خرما بود، یا مثلا مرتاضی بود که روی
سیخا خوابیده بود. به هر حال انواع اقسام از اینجور ایده ها که من روی این تما کار میکردم و همین تما باعث شد که من هی ذهنم رو پرورش بدم، گسترش بدم، تا زمانی که هنرستان تموم شد من تصمیم گرفتم برم آلمان. در مدت 2 سالی که اونجا بودم چندین روزنامه و مجله خارجی کار کردم و بعد از 2 سال برگشتم به ایران و در توفیق مشغول به کار شدم. روزنامه توفیق اون موقع خیلی محبوب بود و همه مردم دوست داشتن و من در اونجا بود که وارد یک کار حرفه‌ای شدم. یعنی مجبور بودم از ساعت تقریبا 7-8 صبح بیدار شم و اونجا باشم 8 صبح و تا 6-7 بعد از ظهر و هر روز کار بکنم. و این روزنامه توفیق فقط روزنامه نبود، سالنامه بود، ماهنامه بود، هفته نامه بود، کارت پستال داشتن و کاریکاتورهایی بود که برای آگهی ها میکشن و من تو همه زمینه ها کار میکردم و اونجا در واقع دستم را افتاد، پخته شد، میتونستم خیلی کارهای مختلف انجام بدم. در این حال کارهایی که قبلا تو آلمان هم کرده بودم سعی میکردم اونا رو لای اینا یه جوری جا بدم و در توفیق کار بکنم که اون موقع مثلا گذاشتیم اسمش رو بدون شرح و که بعدا از همون کاریکاتورهای بدون شهر من کتابی به نام بدون شهر چاپ شد، مؤسسه فرانکلین که اونجا آقای نجف دریابندری بودن و یه مجله‌ای هم داشتم به نام پیک کودکان و نوجوانان که اونم هر هفته من صفحه آخرش یه سری کاریکاتور می‌کشیدم. بعد از توفیق رفتم پیش آقای محسن دولو که کاریکاتوریست بود که تمام روزنامه نگاران اینجا پاتوقشون اونجا بود. بعد مجله کاریکاتور رو در آورد و اونجا بود که یه دفعه آقای محسن دولو برنده جایزه شده بودن، عکس خروشوف رو کشیده بودن در کانادا، برنده نمیدونم دوم شده بودن یا سوم، الان دقیقا یادم نیست. اولین بار بود که من آشنا میشدم که در دنیا یه بینالی هست، مسابقه کاریکاتوری هست. به هر حال آدرس اونجا رو گرفتم و المپیک مکزیک بود اون موقع و من یه کار فرستادم و همون موقع به هر حال کار من اونجا باز برنده شد. داستانش هم این بود که یه مکزیکی بود، چون مکزیک ملت فقیری بود اون موقع، اعتراض میکردن که خب این ملتی که فقیره چرا این همه خرج المپیک میکنه و کاریکاتور من به این ترتیب بود که یک مکزیکی نشسته، حلقه های المپیک مثل زنجیری به پاهاش بسته شده و این کار برنده شده بود در کانادا. از اون به بعد من دیگه آدرس این نمایشگاه رو گیر آوردم و هر سال کار میفرستادن. بچه ما وقتی که توی یک نمایشگاه معتبری شرکت میکنید و برنده میشید، فستیوال های دیگه دنیا هم به هر حال به آدرس شما رو از اونجا گیر میارن و براتون دعوت نامه میفرستن و تبدیل شده بود در واقع به یک کار جدید برای من که ارتباطی بود با دنیا و چند تا از کاریکاتوریست های ایران هم آدرس ها رو گیر آورده بودن کار میکنن. و جالب بود که اون موقع کسی اگه این آدرس جایی رو داشت به کسی نشون نمیداد و قایم میکرد، چون میترسید اون یکی برنده بشه. ولی من از اول اینطور نبودم، واقعا همه همکارامو دوست داشتم، حسادت نداشتم، دوست داشتم کاراشون رو ببینم، لذت میبردم از کارشون، از نه تنها از کار ایشون، از کار هر کسی که تو زمینه من کار میکرد تعقیب میکردم. به هر حال همینطور ادامه داد و خودم حس میکردم که این کارهایی که من دارم میکنم داره نزدیک میشه به اون سبک بین المللی یا آدمکام همینطور. و اگر اون کتاب بدون شهرم رو ببینید، میبینید که یه دفعه از اون کاریکاتورهای توفیق که کلاسیک بودن مثل کاریکاتوریست های ترک بودن، یه دفعه کاملا عوض میشه و یه آدمکی توی کارهای من پیدا میشه که شبیه به کار آدمکهای امروز من نیستن، ولی خب خیلی ساده ترن، یه شکل دیگه. در واقع این آدمک من روز به روز تکامل پیدا کردن، روز به روز ساده تر شدن، روز به روز حرکاتشون پخته تر شد. 40 سال پیش بود که این آدمک در واقع شکل گرفت و یه آدمکی است که خیلی ساده است، یعنی موقعیت جغرافیایی نداره، لباسهای اون مملکت رو نداره، یه انسانه، یه انسانی که متعلق میتونه به همه جا باشه. اون
همون زمانی که در واقع من رفتم آلمان برای بار دوم، یعنی بعد از انقلاب، یکی از بزرگترین مجله های طنز دنیا که در دنیا 3-4 تا بود که این مجله سوئیسی که اسمش نبلش پالتر بود، دو صفحه از من کار گذاشت. مجله طنز تخصصی بود که تمام دنیا میشناختنش، براش اعتبار قائل میشدن. بعد اینا رو جلد از من چاپ میکردن، پشت جلد چاپ میکردن، دو صفحه روبرو هم چاپ میکردن و مردم دنیا و کاریکاتوریست های بزرگ دنیا من از این طریق شناختن. یعنی اسمم معروف شد به عنوان یکی از کاریکاتوریست های بین‌المللی و چندین و چند جایزه بزرگ بین‌المللی بودم و هر بار که می رفتم مثلا این مسافرت ها، بهترین هتل ها، بهترین پرواز ها، یعنی پرواز توکیو که من رفتم و اونجا اون جایزه 20,000 دلاری رو من دادن، اون قسمت سرویس درجه یک هواپیما رو به من داده بودن و تو تمام سفرها همینطور در ترکیه همیشه بهترین هتل ها. چندین و چند بار در دنیا منو به عنوان داور یا رئیس هیئت داوران انتخاب کردن و اون جوایز بزرگ دنیا رو که بردم، روزنامه های ایران که اون موقع تا اون موقع اسم منو نمی بردن نوشتن کامبیز درنباخت مثلا جایزه بزرگترین بینال دنیا رو برد و برای اونام خیلی باعث افتخار بود. بعد اسم من نوشتن. ممیز یه جمله داره که تو اون نقدایی که درباره من نوشته کامبیز درنبخش کاری کرده که دوست و دشمن براش دست میزنن و این واقعیت داره. داستانش هم اینه که اون موقع که من در اروپا بودم فقط کار سیاه‌سفید میکردم. کار سیاه‌سفید به دلیل اینکه خب تو ایران من کار سیاه‌سفید میگم، ولی در خارج که رفتم اون مجلاتی که باهاشون کار میکردم میدیدم که همکارای من کارهای خیلی ساده ای رو برمیدارن، رنگ و آب رنگ و به اصطلاح جلا میدن با رنگ و اینا و کار اونا بیشتر چاپ میشه. بعد من دیدم خب چرا کار من چاپ نمیشه؟ بعدم فهمیدم به دلیل که خب اینا امکانات رنگی خیلی خوبی دارن و این کاریکاتوریست ها کارها رنگی میکنن، اونا چون به هر حال مجله شون رنگی اینا. بعد تصمیم گرفتم که منم رنگی کار بکنم و شروع کردم به رنگی کار کردن که بعداً یک جوری شد که خیلی از اون مجله های اروپایی کارهای من رو گذاشتن روی جلد، یا خود همکاران اروپایی من از من میپرسیدن که این چه تکنیه، تو با چی کار میکنی، ابزار چیه. یعنی در واقع همونطور که کارام سبک داشت، رنگ آمیزیم هم سبک داشت. کاری که من میکردم با دست بود، یعنی تمام با دست و زحمات زیاد و رنگ های خیلی زیبا که اینها جوان ها الان با کامپیوتر اون رنگ ها، ولی هیچ وقت کار دست در واقع اون نمیشه. به نظر من کاری که کامپیوتر میده بیرون مثل ظرف پلاستیک میمونه و ظرف چینی. به خاطر همین من خیلی کم با کامپیوتر کار میکنم. من راجع به هر چیزی که شما فکر کنید کار دارم. من تا وقتی یه نمایشگاه میذارم میبینم اونجا به هر حال یه تعدادی هست، یه تمی براش میذارم، میگم اینا دلغکن، یا مثلا این دفعه موزیسین ها هستن. هر بار یک تمی داره و اینا همیشه تو کارهای من بودن. مثلا یه سری کامل دارم فقط راجع به کتاب، ژورنالیست، روزنامه، سانسور، همش در این قالب جا میگیره. یعنی اینقدر من کار کردم، یا بعضی وقتا کارهایی میارن که مال گذشته بوده که تعریف میکنن، مثلا نمیتونم اونها رو به خاطر بیارم به خاطر وسعتش، به خاطر تعدادش. من البته با این حجم کار باید شاید 100 تا کتاب داشته باشم، ولی کتاب درست کردن اصولا توی مملکت که خیلی مشکله، تو خارج مشکل تره. ولی اولین کتابم که در ایران چاپ شد به نام بدون شهر، در نوع خودش بی‌نظیر بود، چون اون موقع اینجور کتاب‌ها در نمی‌آمد یا خیلی خیلی کمیاب بود و در واقع اون کاریکاتورایی که اون زمان کشیدم برای اون موقع خیلی خیلی نامفهوم یا مدرن و تعجب برانگیز بود. مؤسسه انتشارات فرانکلین اون موقع که آقای کریم امامی بودند چاپ شد و خودم کلی کیف کردم. قرار بود کتاب مینیاتور هم چاپ بشه،
ولی بعدش جنگ میشد، به هر حال همه چیز متوقف شد. منم که در آلمان بودم و این کتاب چاپ نشد تا 2 سال پیش. این کتاب توسط یکی از دوستانم حسن کریمزاده لیاد شد و در واقع یکی از کتاب‌های زیبایی بود که منتشر شد. یکی از کتابایی که دیگه در خارج از کشور چاپ کردم کتابی بود به نام کامبیز که در میلان ایتالیا بود 1985، که همون موقع روزنامه‌های ایتالیا کلی راجع به این کتاب نوشتند و برنده جایزه بهترین کتاب سال شد. و یه منتقد ایتالیایی نوشته بود که طرح‌های آقای درنبخش یا کامبیز مثل ابریشم نرم و لطیفه و مثل فولاد کوبنده است، که در واقع یه عنوانی شد برای یکی از کتابام که در آینده به نام ابریشم و فولاد منتشر میشه. یک کتابم در فرانسه منتشر کردم 3 سال پیش به نام دنیا خانه من است، که از بزرگترین انتشارات فرانسه به نام لافون که در واقع یک ناشر ادبی این کتابو منتشر کرد. تا حالا کتاب تصویری چاپ نکرد ولی اینقدر از این طرح‌ها خوشش اومد که اونا چاپ کرد و از طریق اینترنت میشه اونا خرید و تو پاریس هم که خب به هر حال به فروش میرسه. جالب این که 2 شعر ایرانی، یکی از آقای فریدون مشیری، یکی از آقای کتکنی در این کتاب ترجمه شده به فرانسه. و یکی از دلایلی هم که خب اون نشان شوالیه رو به من دادن همین کتاب بود، چون اونو دیده بودن و خیلی خوششون اومده بود. این کتاب بهترین کارهایی بود که در واقع طی 40 سال کار کشیده بود و مجموعه بهترین های اونها بود. و اما نشر افق هم یه سری از من کتاب چاپ کرد که اینا با قطع بزرگ بودن، بعداً با قطع کوچکتر چاپ شدن چون خیلی در واقع مردم نمیتونستن اونا رو بخرن، گرون بود و چاپ بسیار نفیسی هم داشت. الان توی چاپ 3-4 هستن و کتاب هایی که اسمش از دفتر خاطرات فرشته ها میازار موری که دانه کش هست و این کتاب فقط در مورد حیوان هاست. مثلا یکی از طرحاش هست یه سری جوجه هستن که اینا دارن برای خودشون زندگی میکنن و عنوانش هست تخم مرغ هایی که خورده نشدن، یا مثلا یک پرنده ای هست که کنار یه مایتابه ایستاده میگه to be or not to be، مایتابه که توش تخم مرغ نیمروز شده هست. البته 3-4 کتاب دیگه هم دارم. کتاب داستانهای دیدنیه که به صورت سریال توی همشهری داستان چاپ میشه، اینا 200 تا طرحه. کتاب اگر داوینچی مرا میدید مجموعی از دلغک ها هست که تمام رنگی است، نشر سالس در میاره. بعد تمام اینا بزرگ هستن با همون قطع کتاب مینیاتورهای سیاه. آخرین پروژه من همین آدمک هایی هستن که اصلش مال چاپ سنگی هاست. یعنی من همونطور که به مینیاتورهای ایرانی علاقه خیلی دارم، به این چاپ سنگی هام خیلی علاقه دارم و دارم با این چاپ سنگی ها کار میکنم. اینا در واقع روی بومای سفیدی بزرگی اجرا میشه و به هر حال با ایده هایی که من دارم و فکرهایی که دارم اینا میتونه مثلا چند سال ادامه داشته باشه. یعنی اینقدر فکر و ایده دارم. و خب به هر حال این ابزاری که هست در دست نقاش‌های دیگه هم هست، در دست دسترس همه هست، یا مینیاتور در دسترس همه هست. این بستگی داره که تو باهاش چیکار کنی. مثلا همون زیپه که خب این زیپه همه جا هست ولی تو مثلا باهاش چیکار می‌کنی. یا مثلا یه سری کارهایی دارم با ورق بازی که وقتی که من از آلمان اومدم تهران یه بسته داشتم که توش پر از ورق بود و خب به هر حال گمرک اینجا میگه ورق بازی ممنوعه دیگه. آقا اینا چیه؟ شما قماربازی، پوکربازی؟ گفتم نه بابا من با اینا رو میبرم، کلاژ میکنم، قیچی میکنم، یه جاهایی استفاده میکنم. یعنی اینکه من این کار رو در واقع همونطور که گفتم سعی میکنم تکامل بیشتری بهش بدم.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید بخشی از قسمت 4 و 5 مصاحبه تصویری با کامبیز درنبخش در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و زهرا بلدی، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو فام. در قسمت 13 که هفته آینده منتشر میشه، کامیز درنبخش درباره ویژگی آثارش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir